با سلام مجدد بیننده های خوب نازنین، تشکر از توجهی که به برنامه میکرین و لطفاً چینل سبسکرایب کنین و برنامه را در صفحه فیسبوکتان بزرگی کنین، نشر کنین تا یگان علاقمند مباحث روانشناسی پیدا شوه و بسه تعقیب کنه. ما پیش از وقفه گفتیم که بعضی اصطلاحات ما باید آشنا شویم که در مباحث بعدی کمک ما میکنه و دو فصل کتاب DSM-5 موضوعاتی که بر شما میتونست مفید و دلچسب باشه بیان کردیم. رسیدیم به فصل سوم کتاب. بعضی اصطلاحات در این فصل هم ضرور است که بفهمیم که من اینا را خدمت شما بیان میکنم. یکی از این اصطلاحات تحقیق است، پژوهش یا ریسرچ. تحقیق چی است؟ شما میفهمید هر علم تحقیق به اثر یک تحقیق به وجود میه، یک روش علمی بر از علم موجود است. در روانشناسی کلینیکی تحقیق یا ریسرچ چی است؟ دقت کنین، تحقیق یا ریسرچ نوی کندکاو و اکتشاف محسوب می شود که هدف آن کشف بعضی واقعیت ها درباره موضوع مورد نظر یا افزایش فهم و درک درباره آن از طریق مطالعه یا دقت می باشد. این تعریف ریسرچ است. ما در یک موضوعی که ریسرچ میکنیم میخواییم که موضوع را بشناسیم یا از قبل شناختیم معلومات خود افزایش بتیم و درک بیشتر بکنیم. اینی هدف ریسرچ است، شناخت و بالا رفتن درک و فهم ما در مورد از این موضوع. بنابراین وقتی در روانشناسی کلینیکی ما از ریسرچ گرم میزنیم میاریم اختلالات روانی را خوب بشناسیم، خوب درک بتانیم و هر قدر ما یک پدیده را خوب بشناسیم خوب میتونیم تصمیم گیری کنیم. هر قدر ما یک مریضی روانی را خوب بشناسیم خوب راه حل برش پیشنهاد کرده میتونیم. چرا امروز بعضی اختلالات روانی مثلا 50% ما راه حل نداریم؟ مثلا 50%ش جور نمیشه یا 10% افسردگی یا 50% اسکیزوفرنی جور نمیشه، چون ما هنوز خوب شناخت کافی نداریم. بنابراین بخش روانشناسی کلینیکی نیاز ریسرچ بیشتر داره. ریسرچ فهمیدیم، کندکاو کردن در یک موضوع برای شناخت بیشترش. این در هر علم ریسرچ موجود است. روش علمی چی است؟ The scientific method، میتود علمی، روش علمی. دوستای از نازنینم، علم بر خود یک میتود می داشته باشه. شما وقتی یک موضوع اختراع میکنین یا کشف میکنین به قانون علمی تبدیل میشه که از یک مسیر از پیش تعیین شده یک میتودولوژی پیش بریم. سر به خود که نمیشه. دقت کنیم چی گفتم. روش علمی عبارت از روشی برای تحقیق و تفحص که اجازه میدهد تا اطلاعات خام به صورت سیستماتیک جمع آوری شود، مشاهدات تحت بعضی شرایط و ضوابط خاص به صورت عینی و در یک محیط کنترل شده انجام شود و فرضیه ها مورد بررسی قرار بگیرد. این روش علمی است. فرضیه ها را مطالعه می‌کنیم. شما می‌فهمید در هر موضوع دانشمندا به اساس مطالعات خود یک فرضیه میدن. فرضیه مورد بررسی قرار می‌گیره. هر فرضیه دو تا سرنوشت پیش روی خود داره. یا فرضیه غلط ثابت میشه رخصت میشه، یا اگر درست ثابت شد به قانون تبدیل میشه. در طول تاریخ در هر بخش علمی هزارها فرضیه داده شده، یک تعدادش غلط بوده رفته پشت کار خود، از آزمون‌ها کامیاب نبرآمده، وقتی در روش علمی تطبیقش کردن نتونسته دوام بیاره، ولی یک تعداد که سر بالا کرده درست بوده امروز به قانون تبدیل شده. روش علمی رو فهمیدیم. خب موضوع دیگه ایست که ما چرا در روانشناسی کلینیکی یا در مجموع در روانشناسی تحقیق باید انجام بدیم. هدف تحقیق در روانشناسی چی است؟ هر کاری یک هدفی می داشته باشه دیگه. هدف در روانشناسی بالینی برای تحقیق چی هدف ما داریم؟ اهداف تحقیق در روانشناسی توصیف، پیشبینی، کنترل و درک می باشه. چهار تا هدف عمده داریم. توصیف کنیم، اول بشناسیم. اینی بهنجار است، این نابهنجار است، این درست است، این غلط است، این سلامت است، این ملامت است، این جوری است، این نجوری است. ما اول با تحقیق کردن اینی نتیجه گیری را میکنیم که سالم و ناسالم از هم تفکیک کرده بتونیم. این اولین هدف است، شناسایی. بعدش که شناسایی کردیم، آنی چرایی موضوع را علتاش پیدا میکنیم. خب
اینال ما پیش بینی میکنیم به اساس، اگر تنها در توصیف توقف کنیم خود فایده زیاد نکردیم. ما باید چی بتونیم؟ پیش بینی بتونیم. خب چی پیش بینی؟ خب این مشکل موجود است، این مسیر طی میکنه. مثلا یک نابنجاری دوری کودکی را میبینیم میشناسیم، خب پیش کودک این نابنجاری وجود داره، این چی گپ میکنه، سبب چی گپ میشه. مثلا این کودک رفتار ضد اجتماعی داره، این میتونه به یک مجرم خطرناک تبدیل شود. یا این کودک تأخر رشد عقلی داره، این در درسای خود تنبل میباشه، مشکل مواجه میشه. پیش بینی بتونیم. بعدش پیش بینی که دانستیم، مهمترین گپ دیگه کنترل است. خب یادم اگه من تو دوام کنم این شخصیت اجتماعی کدام کارا را کنیم که ما از با وجود آمدن یک قاتل، یک دوز، یک رهزن جلوگیری کنیم. این کودک در درس ها مشکل داره، افت تحصیلی پیدا میکنه، چی راههایی داریم که از این جلوگیری کنیم؟ کنترل. این اهدافم دست دقت کنین هر کدامش میخوریم. هدف اصلی توصیف است. بنام توصیف شناخت مشکلات روانی، طبقه بندی مشکلات روانی و عواملی که مشکلات روانی را میتونه ایجاد کنه را مورد بررسی قرار میده. این اولین هدف است. دومین هدف پیشبینی یا پردیکشن است. با استفاده از توصیف و طبقه بندی بتوانیم مشکلات روانی را پیشبینی کنیم. چی میشه سرنوشتش؟ مثلا مشکلات دوران کودکی، مثلا آسیب خورده، آسیب جنسی یا چی، سبب اختلالات خورد و خوراک میشه، این یک پیشبینی است. خیر ما اول توصیف کردیم، بعدش هم قدرت پیشبینی را در مورد ازی پیدا کردیم. یعنی از خصوصیات عمده علمیم قدرت پیشبینی است، اگر نه دیگه هیچ فایده نداره. این دو گپ فهمیدیم. یک اصطلاح دیگر را میخوایم برای شما بگیم، او عوامل خطر یا ریسک فاکتور بر چی گفته میشه؟ عوامل خطر یا ریسک فاکتورز عواملی هستند که خطر ابتلا به اختلالات روانی در دوره های بعدی زندگی را افزایش میدهد. این را ریسک فاکتور میگیم. ریسک فاکتور عواملی است که مشکلات روانی را زیاد میکنه. خب در بخش میتونه باشه، مثلا در بخش داخله میگیم سیگارت، یک سیگارت کشیدن یک ریسک فاکتور است بر ابراز قلبی یا بر سکته مغزی. یعنی کسی که سیگارت میکشه اون حالت میتونه پیدا کنه. یا یعنی مثل میگیم اضافه وزن یک ریسک فاکتور است برای چربی خون، برای شکر، برای بالا رفتن فشار. میبینیم عوامل خطر او عواملی است که میتونه در آینده احتمال و ایجاد اختلال روانی را افزایش بده. خب ما تا اینجا گفتیم که اهداف تحقیق علمی در روانشناسی توصیف است که ما مریض را بشناسیم، علت را درک کنیم، پیش بینی است که بفهمیم چی میشه. اما هدف مهمترش کدام است؟ کنترل. کنترل و پیشگیری، یعنی استفاده از اطلاعات و دانش موجود درباره روابط علت معلولی بین رویدادها به منظور بهبود رفتارها و پردازش بهتر افکار و باورها. اینی بسیار مهمترین مرحله است. ما مریضی را شناختیم و پیش بینی هم تونستیم که چی گپ میشه. اینال چی میکنیم؟ راههایی را پیش میگیریم که از اونمو با وجود آمدن حادثه بعد جلوگیری کنیم. مثلا وقتی میبینیم مریض اسکیزوفرنی داریم، افکار دیگر کشی و خودکشی داره، ما میگیم لالا یکی را بستر کنیم. وقتی بستر کردیم ما جان دیگر را نجات دادیم، جان خود مریض را نجات دادیم. اینی فایده روانشناسی است که کنترل بتونه از با وجود آمدن یک حادثه بعد که پیش بینی شده برش بتونه جلوگیری کنه. انشالله موضوع متوجه شده. یا وقتی کودک خود دیدیم که رفتارش نابنجار است، پیش بینی میتونیم آیندهش خراب میشه، خیر بین ما مداخلاتی کنیم که مشکل اصلاح بسازیم. آخرین هدف تحقیق درک است، understanding یا شناخت. درک عبارت است توصیف کامل نحوی تعامل علتهای مختلف و تاثیرگذار در اختلالات روانی است. یعنی به صورت کلی دیگه ما مریضی را شناختیم، علتهایش را شناختیم، پیشبینی تانستیم، پیشگیری تانستیم و ما یک هدف بزرگ تانستیم که دنبال کنیم.
خب دو تا اصطلاح دیگر هم برای شما توضیح میتونم دوستای نازنین، باز فصل 3 به پایان میرسه. یک اصطلاحی را که شما باز در مباحث بعدی ما میشنویم ایتیولوژیست. مثلا میگیم افسردگی، باز میگیم ایتیولوژیش چی است؟ ایتیولوژی چی معنا میده؟ ایتیولوژی سبب شناسی معنا میده، علت شناسی. وقتی میگیم ایتیولوژی افسردگی یعنی کدام عوامل سبب وجود آمدن افسردگی شده. ایتیولوژی یا سبب شناسی عبارت از درک علل، درک علل چی علت ها سبب شده یا ریشه های مشکلات روانی. ایتیولوژی شناختن علت ها و ریشه هاست که مشکل روانی رو با وجود آوردن. فایدهش چی است؟ کوریشه ها رو شما خوشکاندین، مشکل روانی رو حل کردین. در غیر از اون بعضی وقت سر علف ها میبرین، اما دوباره میبرایه. علف های عرض در باغ زمین دیدین، قطع میکنین، درو میکنین، پس میبره، درو میکنین، پس میبره. اگر ریشه شو بکشین دیگه نمیبره. مشکل روانی رو اگه علتایش شما نشناسین روی تداوی کنین فایده نمیکنه. من یک مثال اول تیبی بتم. یک کس پیش ما میاد رنگش زرد گشته، چشما زرد، زردی داره. شما سفیده و سرخی رو بگیرین پاک مقبول آرایشش کنین، مشکل حل نشد، رنگش سفید شد، اما جگرش چطور میشه؟ مشکل در جگر است. بنی خاطر در مشکلات روانی هم تنها دوا راه حل است. مریض پیش شما میاد یک سه شکایت داره، پیشش پیدا نمیشه، افسرده است، دوا میشه، دوای زیاد افسرده تا میخوره قرخت است، قطع میکنه باز. دلیلی که ریشه از یک مشکل خانوادگی است، در رابطه خود در خانواده مشکل داره. اگر اون ریشه را ما پیدا بتونیم، ریشه را بخوش کنیم، ریشه را حل کنیم، اختلاف از بین ببریم، صلح برقرار کنیم، مریض خوب میشه. میبینید بنان ایتیولوژی به این موضوع میپردازه. از این روز به بعد وقتی میگیم ایتیولوژی فلان مرض، یعنی هدف ما است که علت هایش. خب ایتیو علت منامیت، دلیل منامیت، سبب منامیت، لوجی شناخت و علمش منامیت. ایتیولوژی یعنی علم شناخت علت ها. و آخرین اصطلاحی که برای شما میخوایم توضیح بدم همبستگی یا کوریلیشن است. همبستگی چی منامیت؟ از نامش پیداست، ارتباط بین دو پدیده بررسی میکنه. به این معناست که آیا بین دو یا چند متغیر روابط وجود داره یا نداره. اینی را اگه بین دو پدیده ارتباط وجود داره، همبستگی داره. اگه نداره، که همبستگی میتونه مثبت یا منفی، کلی سرش صحبت نمیکنه. موضوعی است که آیا مثلا یک مثال بتم، آیا بین نارضایتی از بدن، از فرم و شکل ما با رژیم غذایی افراطی و بی‌اشتیایی عصبی، آیا کدام ارتباط وجود داره؟ نداره. اگر ما پیدا کنیم که بله کسایی که از بدن خود ناراضی است، اولی افرادگونه میخوان رژیم بگیرن، خیر یک مشکل وجود داره. آیا بین آسیبای دوره کودکی و مشکلات روانی در بزرگسالی ارتباط وجود داره؟ نداره. اینی به نام همبستگی یاد میشه. دوستای از نازنین، تا اینجا من 3 فصل DSM-5 خدمت شما توضیح دادم. یا ساده‌تر بگم موضوعاتی که یک مقدار میتونه دلچسب باشه و قابل فهم باشه برای ما مردم عادی، یعنی کسایی که در رشته روانشناسی نیستن، موضوعات صحبت کردیم. در برنامه آینده بخیر فصل 4 که یک فصل بسیار مهم است، سر روان درمانی ها صحبت خواهد کردیم که توجه شما را خواهان استم. و در ضمن سپاسگزارتان هستم که برنامه را تعقیب میکنید. لطفا چینل یوتیوب ما را دکتر جمشید رسا بدری که مشتک میتونید سابسکرایب کنید، با دیگر دوستایتان برنامه را در صفحه فیسبوکتان شریک بسازید، یکی دیگر خبر بسازیم که بس تعقیب شوه، خالی از مفاد نیست، اینقدر مطمئن هستیم. سوالاتی که بر شما تر همیشه در قسمت زندگیتان یا بعض قسمت ها مشکل دارید، در پایین مو برنامه که در یوتیوب مانده شد در کامنت ها نشته کنید، ما اون سوالاتتان رو در برنامه بعدی بخیر جواب میدیم. اگر بخیر امور باقی بود، ما هدف ما از ایجاد چینل انتقال اطلاعات از در بخش های مختلف بخیر بر شما ما اطلاعات شریک خود ساختیم تا یک افغانستان با مردم دانشمند و آری و خالی از خشونت و بدبختی داشته باشیم. بسیار زیاد دوستتان دارم. تا برنامه بعدی، خداحافظ و مددکارتان باشم.